الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء أبو القاسم محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين. محفل امروزی خود را با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط قاری ممتاز ولایت پکتیا جناب سید حیدر حسینی آغاز می نماییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اليوم الحق فمن قاری صاحب جهان سپاس. اکنون به خاطر احترام سرود ملی کشور از شما عزیزان تقاضا می شود تا به احترام سرود ملی بپا بخیزیم. سرود ملی از تمام شما حاضرین محترم تقاضا می کنیم تا به احترام سرود ملی بپا بایستید. جلالات ما محترم دکتر صاحب عبدالله عبدالله کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان، جلالات ما انجینیر محمد خان معاون اول و جلالات ما حاجی محمد محقق معاون دوم و شما حاضرین محترم نهایت گرامی را
در استادیوم ورزشی خوش آمدید میگویم. حضار گرامی، تشریف آوری جلالات ما محترم دکتر صاحب عبدالله عبدالله را به مهد مجاهدین راه حق با ولایت پکتیا مرکز گردیز خوش آمدید گفته. خوش آمدید. بنازم ای وطن نامت همیشه جاودان بادا. بنازم ای وطن نامت همیشه جاودان بادا. بنازم شیر مردانت همیشه شادمان بادا. بنازم نام پاکت را غرور قهرمانانت. بنازم نام پاکت را غرور قهرمانانت. به حفظت تا کمر بستن همیشه پاسبان بادا. از تیم اصلاحات و همگرایی حمایتتان را اعلان نمایید. حضار گرامی، و حال در این قسمت از پروگرام از جناب محترم عبدالرحمن منگل آرزومندیم تا روی استیج آمده و پیام خوش آمدید را به مهمانان تیم اصلاحات و همگرایی ایراد فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. دولت مشریز و تاکن و بریالی و کامیاب کاندید محترم دکتر صاحب عبدالله عبدالله، جناب محترم معاون صاحب اول انجینر صاحب محمد خان، او دوهم معاون استاد صاحب محقق، جناب محترم دکتر صاحب زلمای رسول، جناب محترم محمد کریمزای صاحب و هم دارنگا سید ایساق آقا، دکتر صاحب عصمت الله مجیدی، قیم خان کتوازای و دی کابل نا دی پارلمان و همدارنگا دی کامل نا طول مرمانو تا چی دی پکتیا ولایت دی مرکو او جرگو وطن دمو تشریف را ولای خراخلاص در توایم. اول دی پکتیا ولسونا دی ستاسو ترشا ولار دی دوهم آغا دی ولونا چه خلکو دی شمال او دی جنوب ترمان جور کردی و آغا دی ولونا رنگ شوی او نریدلی دی او آغا سیاسی حرکتونا چه دی جنوب لخوا پیل شوی دی همیشه نظامونو تا تغییر ور کردی دی. دکتر صاحب تاسو او دستاسو اصلاحات تو هم پلن تیم دا دی کامیابی زیره ورکوو. انشالله تر خپل منزل پر رسیگو و من الله توفیق و بیا خره خلاص در توایم. خوشحاله کامیابا او سوکاله وسیگی. از جناب اسلامگیر منگل جهان سپاس، حال از گروپ ترانه طبقه ناز خواهران ما تقاضا می نماییم که روی استیج تشریف دارن. گروپ ترانه خواهران عزیز قریه غیور باج حسن گردیم. لطفاً کسایی که مسئولیت سر استیج ندارن هم پایین شوند که گروپ ترانه قریه خواج حسن آمده تایی که ترانه را با قرآت بدارن. در این زمین آسمان
قدرمنو حاضرینو د ترلین له ګروپ څخه ډیر زیاته مننه کوم او د پروګرام په دې برخه کې اوس حاجی صاحب محمد زازای نه خواهش کوم چې ستاسو سر تراشي او خپل ویناوي واوروي. حاجی صاحب محمد زازای. بسم الله الرحمن الرحیم. پیروز با تیم اصلاحات و همگرایی. نرای تکبیر. با یک آواز نرای تکبیر. نرای تکبیر. تیم اصلاحات و همگرایی. با یک آواز تیم اصلاحات و همگرایی. افغانستان دکتر عبدالله عبدالله نوی جمهور تا دیر خلق رخت وایو چه خدای ده بخیر رو ولا علا ده ده وزیفه تا ورسا و علا ده ده وزیفه نا بکم یا بای پورتا که علا ده ده افغانانو سول رو ولی منستا خوزا اول تا ستا دک سکم چه ده افغانستان خلکو و ده افغانستان مسلمانو اتاس نم قربان که چه توک روسی یا توک دغدی کیوی اغو با دیر نرمال مزغوی تاس لگ نرمال دوندونه جوڑا وی اوشی دوندونه ما جوڑا وی قربان مشم عرض با دست در توکم چه ده دکتر عبدالله سر راغل یو ولمانو ده پختیا ولایت راغل یو کومو مشران و کشرانو توس تاوال نباوی تو پاولان دکوم چه اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو علا ده وکی چه داغ توسی سسات دای توس تولنا ده منافقت نخولی وی رشتیون ایتالا نوی پرشتیا تالا نوی لباس نوی اخلاص وی به اخلاصی که سرای مخه تسی پر لباس سرای غلطی لباسی طبیعت سی علی کی منافقت یلی کی منافقت ده خدای سر پا جگره وی ده خدای سر پا جگره ده هیچ آواز نرسی هر څوک چې پښتو ته روغلی وي اول قدم کې د هغه لمن باید ډکه وي لمن یې تشه نه وي دا عمرې د پښتو د ننوتي چې هر څوک پښتو ته راغلی پښتو نه خوشحال لاړ ده خدای د تاسې ټول رښتونی کې چې د هغه ډاکتر عبدالله روغلی ولمانه چې د پښتو ایدا غریب ولایت تاوال دا پاک راغلا علا ده وکی چی توسی خلاص ورطا مولوم شی پسی رکتا مولوم شی پر رکتای او پیجانی چه دا چا وکلا کنوی موگ ده پاکستیو خلکت را تروس پوری آغازی خلاص ای جمهوریانو یا رئیسانو یا امیرینو داسی خلاص ده پاکستی آسرا نده کلیل کپا عزیزانو ده پاکستی آسرا ده ولایات آغا ملی گاته چه طول پملات که برخلاری یه لالاری پدا دولات که چه تروس پوره پخا آکل سرا نده آدو کلی بل عرض بداوه کم چه دکتر صاحب دکتر صاحب عبدالله تا درس کم چه او دکتر صاحب که تا خدای دقه وزیپه دا مسئولیت تا مخامخ کلی اول ده ما درس دا چه ده افغانستان آقا کار وکوی چه افغانان پا پخو و داریه دوی ما دا وطن توک سوتی دا ملی وردو سوتی دا ملی پلوس سوتی دا یک مال کوی دا جول کوی چه ملت و سوتی که وقت کمی بیامو ما گوره که نویز خپل گفتن بیایم کنم بس زد توسی چولو تا اما پزرکی دیره ایلوه
د افغانستان و به خارج تبعی کته خدای کامیاب کړي باید دا بندونه و تړي مالیا بل چا تور نه کې خپل بر کو مالیا تو ویل کې دل تا خلق تنگ دی و من الله تو پیکا خدای مو په خیر روالا الله د سول روالی الله د افغانستان په قرار کی الله د شریعت کوي کی الله د دای مغامرین اسلام ته توبیه و ګرځوي د خلکو ته توبیه و ګرځوي د خلکو مینا په زړو کې ور وچاوي خلکو ته خلق دوی ته توبیه و ګرځوي و من الله تو پیک از آجی صاحب جهان سپاس. حال از خواهر عزیز ما جناب دکتر صاحب نازدانه پکتیا وال یکی از فعالین جامعه مدنی ولایت پکتیا تقاضا می‌نم روی استیج بیاین و ظرف چند دقیقه مختصر عرایض را ایراد نمایان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خود نوشت، با آن ملت سر و کاری ندارد که دیقانش برای دیگری کشت. به اجازه محترم دکتر صاحب عبدالله عبدالله، مهمانان گرامی، ریش سفیدان ولایت پکتیا، جوانان قهرمان، خواهران گرامی، از همه اولتر مهمانان گرامی را به ولایت پکتیا خوش آمدید گفته و از تیم اصلاحات و همگرایی جناب دکتر صاحب عبدالله سپاسگزاریم که آغاز کمپاین انتخاباتی دوره دوم خویش را از ولایت قهرمان و مردم غیور ولایت پکتیا آغاز نموده. مردم ولایت پکتیا از صمیم قلب قسمی که قبلا به صداقت و ایمانداری برای تعیین سرنوشت مملکت خویش قربانی داده، باز هم آماده هر نوع فداکاری می باشد تا اینکه زعیم کشور از طرف مردم به خواهش مردم یک حکومت مردمی را به میان آورد و همه مردم این سرزمین برای آوردن اتحاد، اتفاق، یک افغانستان واحد، یک افغانستان آزاد برای ملت مسلمان و افغان کوشیده و خواهد کوشید. این سرزمین است که همیشه قهرمانی‌های خویش را در دوره‌های تاریخ ثابت کرده است و می نماید. بدبختانه ما مردم ولایت پکتیا در قربانی در قدم اول بوده و در وقت امتیاز همیشه با این و آن با نهار جایگاه آخر را داشته و خواسته های ما هیچ توجه تا اکنون صورت نگرفته. با موفقیت تیم اصلاحات و همگرایی با رهبری جناب دکتر صاحب عبدالله نقاط زیل را به خاطر بهبود زندگی مردم ولایت پکتیا پیشنهاد می نمایم. یک، تامین امنیت و صلح در سرتاسری کشور خصوصا ولایت پکتیا. دوم، تامین امنیت و صلح در سرتاسر کشور خصوصا در ولایت پکتیا. دوم، تامین وحدت ملی بدون هر گونه تبعیض مطابق ارزش های اسلامی. سوم، ارتقای ولایت پکتیا از درجه دوم به درجه اول. چهارم، برای بهبود زندگی معاشیتی مردم ولایت پکتیا و رشد اقتصادی آن توجه نشده، توجه جدی جنابشان را خواهانیم. پنجم، سپردن کار و اهل کار و از بین بردن هر نوع فساد خصوصا فساد اداری در ولایت پکتیا. ششم، فراهم نمودن زمینه کار برای جوانان و خواهران عزیز ولایت پکتیا. هفت، به خاطر ارتقای ظرفیت علوم اسلامی برای جوانان مایان زمینه تحصیل را در داخل ولایت پکتیا فراهم نمایند. هشتم، فراهم آوری زمینه تحصیل برای طبقه اوناس در پوهنتون‌های کشور خصوصا در پوهنتون پکتیا در رشته‌های طب، علوم حقوق و اقتصاد. نوم، اعمال بند مچلغو و انتقال برق وارداتی از کابل که ضرورت اشد مردم ولایت پکتیا بوده در زمینه توجه خاص جنابشان را خواهانیم. دوم، برای ارتقای ظرفیت جوانان تحصیل کرده سهم بارز در بورس‌های تحصیلی می باشیم که تا اکنون به این ولایت هیچ توجه صورت نگرفته. چون پوهنتون پکتیا
یک فهنتون نو تاسیس بوده توجه جنابشان را در رابطه به اکمال تجهیزات تحصیلی اعمار بلاکهای تدریسی لیلیه برای محصلین و میاری شدن فهنتون میباشیم. در خاتمه این جانب و نمایندگی از زنان و خواهران ولایت پکتیا شریف پکتیا به شما اطمینان میدهیم که در پهلوی شما خواهد بود و از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر صاحب عبدالله پشتیبانی نموده و سهم بارز خواهم داشت. یک بار دیگر تشریف آوری شما و همراهان شما را خیر مقدم گفته و موفقیت شما را از بارگاه ایزد متعال میخواهیم. برجاست که در اینجا از محترم والی صاحب ازبق ولایت پکتیا جناب دلیلی صاحب که واقعا یک شخص پر افتخار برای ولایت پکتیا بوده و همیشه مشکلات مردم پکتیا را با مقامات رسانیده و کوشای حل آن شده و مردم پکتیا خاطره نیک از جناب ایشان داشته و از خدمات ایشان سپاسگزاری می نماید. در خاتمه تشکر باز هم توجه دکتر صاحب می خواهیم که به شما ولایت پکتیا همکاری نماید و توجه خاص را به حقوق حقی ولایت پکتیا نماید. تشکر از توجه دکتر. از سخنان ارزشمند خواهر عزیز ما جناب دکتر صاحب نازدانه پکتیا وال جهان سپاس. حضار گرامی و حال از جناب محترم جلالت مآب محترم پیر سید اسحاق گیلانی رجا مندیم تا صحبتهای خیش را ایراد بفرماید. جناب محترم پیر سید اسحاق گیلانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. درنو مشرانو ورونو زوانانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درنو مشرانو د پکتیا پتمنو د پکتیا زراورو او د پکتیا په آزادۍ باندې مینو خلکو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مونږ نن سهار چې روانېدو په لاره کې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب زلمی رسول سره ویل چې پکتیا چې کومه قربانۍ د افغانستان د جهاد او د افغانستان د آزادۍ دپاره ورکړی دا بېساری دی. دا قربانۍ زما هیله د سپینګیرو مشرانو نه چې د جهاد په وخت کې وخت تیر کړی او په جهاد کې پاتې شوي دا نوی نسل دغه ځوانان چې دلته د سټیج مخې ته ناست دي دوی پوکی چې کمونستان څوک وو روسان چا راوستو او افغانستان چا خراب کو دا د دوی حق دی چې دوی وپوهېږي چې دا ناخوالې په افغانستان کې چا راوستي او دا بدبختۍ په افغانستان کې ولې راغی د چا د لاسه راغی او د دې اصلي عامل څوک وو. ګرانو ورونو په افغانستان کې یو نیم میلیون شهیدان تیر شول دلته ډیر سخت جنگونه وشول د هغې وخت د روسانو په خدمت کې هغه کسان چې په مترانه باندې جنګېدل او هغه کسانو چې په خاد او په هغه جهنمي دفتر کې کار کاو او د خلکو بنیاد یې وویستو نن ورځ هغوی سره یو ځای شوي او غواړي چې د افغانستان حکومت بیا په یو قسم باندې ترلاسه کړي او د افغانستان خلکو ته هماغه ځورونه او هماغه بدبختۍ چې راوستی وو خپل وخت دی د هغو کسانو نه چې دی
زراور و مجاهدین و دخوانه و جلشوی و خپل پور واخلی. زما هیله ده تاس و مجاهدین و نداده چه یواری ویخ شه او گوره چه ده افغانستان ده جهاد ارزختونه باید زمونگ دخوانه و سادل شی. زه تاس و نهیله کوم ده پکتیا ده چول مشران و نهیله کوم د نر او د خزونه هیله کوم چې هغه چاته رای ورکی چې په جهاد کې پاتې شوی او اوس خپل د اسلامیت او خپل د پاکولو ضرورت نه لري. داسې کسان اوس صحنې ته راغلل چې د افغانستان په جهاد کې یوا ورځ د الله په نامه باندې د افغانستان نوم وانخستو. دا زمونږ او ستاسو وظیفه ده چې د افغانستان سرنوشت د افغانستان مجاهدینو ته وسپارو او ډاکټر عبدالله ته وسپارو. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! د ډاکټر صاحب عبدالله سره چې کوم معاونین دي دا دواړه هغه د جهاد ښکلې څیرې دي چې په جهاد کې زحمتونه ایستلي، قربانۍ ورکړي، شهیدانې ورکړي او دوی د قدر وړ دي. زمونږ د خوانه د مجاهدینو د خوانه د دوی عزت ضرور دی. ګرانو مشرانو، زه ستاسو وخت ډېر نه اخلم. دوه کسه وتلي دي چې په دوهم راوند کې هغې ته باید مونږ رای ورکو. زمونږ رای اول دی او اول کس ته به رای ورکوو چې هغه ډاکټر عبدالله عبدالله دی. الله مو سلامت لره. دا پیغام دلته خلاصه نشي، دا کلو بانډو ته ویسئ، خپل کورونو ته ویسئ، خپل دوستانو ته او خپل قومیانو ته ویسئ او ووایئ چې عبدالله اصلي خدمتګار د دې وطن دی. علام سرفراز لره. السلام علیکم و رحمت الله. از جناب محترم پیر سید اسحاق گیلانی جهان سپاس و حال از جناب محترم جلالت ماب حاجی محمد محقق معاون دوم تیم اصلاحات و همگرایی احترامانه رجامندیم تا روی استیج حضور فرمایید و از سخنان خیش مردم شریف و پکتیا را مستفید گردانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه. حضار گرامی، مردم مسلمان، مجاهد و سرفراز ولایت پکتیا، بزرگان، علما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به اجازه بزرگانی که همراهشان در این کاروان به زیارت شما آمدیم، جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله، کاندید پیشتاز ریاست جمهوری انتخابات سال 93، جناب دکتر صاحب زلمه رسول، یکی از شخصیت‌های اثرگذار در تاریخ سیاسی فعلی کشور ما، رئیس تیم اعتدال و سازندگی که در این مرحله دوم یک جا با تیم اصلاحات و عرصه پیکار انتخاباتی آمدن، جناب انجینر صاحب محمد خان معاون اول تیم اصلاحات و جناب آقا صاحب سید اسحاق گیلانی که از تیم صلح و بازسازی به رهبری
محترم گل آقا شیرزای در این مرحله از پیکارهای انتخاباتی یک جا با تیم اصلاحات به خدمت مردم افغانستان آمده ان و جناب مجددی صاحب و دیگر شخصیت هایی که همراه ما هستند و اجازه همه این بزرگان چند دقیقه خدمت شما را وقت شما را میگیرم و مطالبی که در نظر دارم برای شما و عرض میرسانم. آنچه که امروز مردم افغانستان به او نیاز دارند عبور از یک مرحله سخت و دشوار به یک مرحله ثبات، امنیت و پیشرفت است. هنوز هم بعد از 13 سال مردم افغانستان روال طبیعی و عادی پیشرفت را به دست نگرفته است. با وجود همه تلاش‌های جامعه جهانی و صرف میلیاردها دلار به افغانستان و حضور گسترده نیروهای بین‌المللی بر امنیت، هنوز هم افغانستان مانند یک پیکر زخمدار در بین جامعه جهانی حضور دارد. ما در مرحله بعد از انتخابات 93 نیازمند هستیم که تمامی مشکلات را که تا هنوز حل نشده است او را حل کنیم. مشکلات امنیت در رأس مسائل ماست. تیم اصلاحات و همگرایی تیمی است با قاعده وسیع و گسترده و با ریشه داشتن در میان میلیون ها انسان افغانی مجاهد. اینها توان بیشتر را برای برقراری ثبات و امنیت دارند که به حول و قوه خداوند و کمک شما مردم مسلمان و مجاهد بتانیم از مرزهای وطن دفاع کنیم و دست اندازی های دشمنان که گاهن به سرزمین ما ناامنی و بدامنی را دامن میزنند جلو از او اخلالگرا را بگیریم. مسئله انکشاف متوازن و پیشرفت در تمامی مناطق بستگی دارد به برنامه‌های منظم و خوبی که بتوانیم تمامی توانهایی را که در کشور ما هست به کار اندازیم و بتوانیم همه استعدادهایی که در داخل کشور ما هست اینها را در خدمت پیشرفت جامعه افغانی قرار بدهیم. ما مردم هستیم که با داشتن امکانات وسیع در این کشور اما هنوز هم اکثریت جامعه ما در خط فقر زندگی میکنند. اگر یکی از دلایلش جنگی بیشتر از 30 ساله هست، دلیل دیگرش هم ایست که ما نتوانستیم از تمامی پتانسیل و امکانات که در داخل داریم از او کار بگیریم. مسئله پرداختن به تقویه زراعت و به کار انداختن تمامی این سرزمین وسیعی که برای زراعت آماده هست، در این عرصه ایجاد بندهای آبیاری و توجه کردن به این که دهاقین افغانستان به کار بندازیم تا هنوز هیچ کدام از حکومت‌ها به این ظرفیت توجه جدی نکرده است. امیدوار هستیم که دولت اصلاحات بتواند مردم افغانستان را متوجه از این ارزش اساسی که در سرزمینشان هستند بسازند. معادن بسیار سرشار و گوناگونی که در این سرزمین هست تا هنوز از این توان بالقوه برای پیشرفت کشور استفاده نشده است. ما در ظرف 13 سال گذشته نتوانستیم که به طور اساسی از معادن افغانستان و از این ذخیره هایی که در کشور ماست به نفع افغانستان استفاده کنیم. ما باید توجه را به این عرصه های جلب بکنیم، متمرکز بسازیم که کشور ما را از خاک بالا کنند. تمامی درست است که امروز جامعه جهانی در کشور ما حضور دارند و اینها کمک های را برای افغانستان می کنند.
اما نباید ما تا پایان کار منتظر کمک های خارجی باشیم. ما باید توانهای داخلی خودمون را به کار بندازیم. ما در عرصه تولید در میان کشور ما کار اساسی بکنیم. مهاجرینی که در کشورهای بیرون زندگی میکنن، بیش از 5 میلیون مهاجر، یکی از دردهای هستند که در این کشور مردم ما را آزار میدهند. ما باید شرایط را به گونه ای بسازیم که وطنداران ما که در اقصی نقاط عالم پراگنده هستند جمع شوند و خودشان بیان برای ساختن کشورشان سهم بگیرند. به هر حال من فکر میکنم که در رکاب همراهان گرامی ما بزرگان که اینجا آمدیم برای عرض احترام شما و برای که به شما بگوییم و تشکر کنیم از حضور گسترده شما در دور قبلی انتخابات و همچنین ای که شما تیم اصلاحات و همگرایی را به نزدیک قله پیروزی رساندید و از شما تشکر کنیم و بقیه صحبت ها را انشاءالله دیگه بزرگا می کنن و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. زنده باد تیم اصلاحات، زنده باد تیم اصلاحات، زنده باد حاجی محمد محقق. از جناب محترم جلالتماب حاجی محمد محقق معاون دوم تیم اصلاحات و همگرایی جهان سپاس، و حال از جناب محترم جلالتماب دکتر حضرت حشمت الله مجددی رجامندیم تا روی استیج آمده و صحبتهای خیش را ایراد فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صدق الله العظيم. زموج ورونو زموج خوانده علماء روحانيون مشرانو طولت سلامونا بلندكم ورونو دير خوشحالهم چنين ورز پس لدير کالا و دير زحمات چه منگو تاسو پده غلار ده جهاد او ده اسلام او ده اخبال دین ده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منگو دا تکلیفونه دا قربانیگانی چه منگو تاسو ورکرله و حقا ورد زمان زمان یادیجی چه دل تراغلم پا وقت جهاد و پا امدغ مناطق باندی منگو وگرزیده چه ما ولیده پزراه کلی خوران و پزرا خلق و مهاجر شوی و خونین ورز دیر جای دی شکر ده دا وقت دی شکر ده چی منگ دی خدای شکر پزای وکو او منگ اخبال اغا اتحاد او برابری او وروروالی منگ وساتو او دی خلق و او دی دخمنان و پا خبر و باندی پا 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 راپورون باندی منگ اخبال دا اخبال جهادی او اسلامی اروروالی مونگا باید تر ابد وساتو چیز مونگا دغا اسلامی او جهادی قوتو چه اول قدرت شکستی وکا او مونگا راغلو الحمدلله اخبال حکومت دلتا پا پکو ودریده اووز الحمدلله چه دغا انتخابات چه او دموکراسی لاریده انشالله مونگا یقین لرو چه زمونگا ملت مسلمان ملت افغانستان ملت دوی دوی پویگی چه مونج پا افغانستان که اول مونگا چشه غوارو مونگا اسلام غوارو وای اسلام غواره مونگا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله غواره مونگا پنبه که شهیدان ورکره ده مونگا پنبه لا اله الا الله محمد رسول الله هجرت مکره ده نو دا وطن ایچ چازی مونگا نشینی ولی انگریزی نشینی ولی روسی نشینی ولی امریکی نشینی ولی خوزموش طول مسئله پا اسلام ده پا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده او مونگا تاسو تزیر ورکو چه دا داکتر سیب دا
دكتور سيف عبد الله ده عبد الله يا داس يا مجاهد سړی ده چې تیجه په تیجه په افغانستان کې ګرځېدلی ده او الحمدلله دا ټول جهادونه او تکلیفونه چې کړی ده په اساس د کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کړی ده او مونږ د دین غوښتلی ده چې په افغانستان کې دښمنان ډېر ده دښمنان د دین ډېر ده او غواړي چې دا دین د افغانستان ته ایسته کړي تاسو باید په دې کې محتاط اوسئ هغه چاته رای ورکئ چې هغه د خدای او د اسلام او د جهاد په لور روانه ده نو اضافه تاسو ته زحمت نه ورکوم خدای افغانستان وساتي خدای افغانستان آزاد وکړي خدای افغانستان ته بیا مصیبت را نه وړي مشکلات را نه وړي او خدای عبدالله او د دې تیم ته خدای توفیق خدمت ورکړي چې د دې وطن مشکلات رفع کړي د دې وطن ته تعلیم راوړي د دې وطن ته آبادي راوړي نور خدای تاسو ته په خدای سپارم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته بدل کردم قبا دیدار کابل شدم عاشق بکو و دار کابل نه هم جان و سر و دل را به راهش فدایی ام به گل بازار کابل د ډاکټر صاحب حشمت الله مجددی څخه یو نړۍ مننه مخکې لغې نه چې د اصلاحات او همګرایی لومړی مرستیال را وغواړو زنده باد ډاکټر عبدالله عبدالله زنده باد استاد عطا محمد نور ما از ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله حمایت میکنیم د پروګرام په دې برخه کې اوس د اصلاحات او همپالنې د ټیم لومړی مرستیال انجینر محمد خان ستیج ته راغواړو ښه بدرګه کوي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم دی جمهوری ریاست مخکخ او سرلوړی کاندید محترم ورور ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله محترم استاد محقق دی اعتدال او سازندگی دی ټیم رهبر محترم ډاکټر صاحب زلمی رسول دی سولی او بیا رغونی دی ټیم دی رهبری حیات غړی محترم رور سید اساق گیلانی محترم مجددی صاحب دی پکتیا ولایت محترم و مشران و زوانان و علماء و ورزشکاران و خوند و رون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشیم چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لومړنۍ ولایتي غونډه د پکتیا په غرنیز ولایت او د دې ولایت د پتمنو غیرتي او مجاهد ولس په دې پرتمینه غونډه کې شروع کوو پکتیا ولایت د جهاد لومړنۍ ټاټوبی و لکه څرنګه چې د جهاد ورستنی فتوحاتو له همدې ولایت نه توم ناخستې ده انشاء الله د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم همدا اولنۍ جلسه به د نورو فتوحاتو د نورو بریاوو د نورو کامیابیو او لاسته راوړنو لپاره یوه ښه توم نه وي دوستانو دی انتخاباتو اول پړاو لټول ول وړو ژورو سره ختم سو
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ملي وحدت د ورورګلوي د شهداو د ارمانونو او دې ملک ته د خدمت بیرغ ستاسو په همت ستاسو په پشتیبانی ستاسو په همکاري تر اوسه لوړ رپانده او کامیاب ساتلی ده. د حمل پشپاړسمه د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د افغانستان د مؤمن ملت په پشتیبانی د دوی په تایید په دې ملک تر ټولو لوړې رایې او کامیابی ته نږدې رایې ترلاسه کړې. انتخابات په هر حال دوهم پړاو ته یوړل شو. موږ انتخاباتو ته د خپلې سیاسي عقیدې په فکر د خپل سیاسي نظر په فکر باندې ګورو. انتخابات د دې ملک د ستونزو د حل ښه لاره بولو. په دوهم پړاو کې د اول پړاو په قسم ستونزې نشته. دوه ټیمونه سر ته وتلي دي. دواړه ټیمونه د افغانستان ملت پوره پیژني. زما په دې باور ده د دې دوو ټیمو سابقه د دوی جهادي سابقه په افغانستان کې د اوسېدلو سابقه داسې د پرګنو په منځ کې تر کومه اندازې اوسېدلی دي د پرګنو له مشکلاتو څومره خبر دي د افغانستان مسلمان ولس دواړه ټیمونه په پوره انداز باندې پیژني. هغه ټیم چې په تېر دور کې ستاسې مؤمن ملت په پشتیبانی باندې اول راوتلی و په لیست کې اول ده په تېر دور کې اول راوتلی و انشاء الله په دوهم پړاو کې به اول وي او د دغو ځوانانو د دې ځوانانو په نیرو او انرژي د دې علماو او سپینګیرو په راهنمایي او لارښوونه د دغسې کدرونو په درلودلو به د افغانستان د کړېدلي ولس په خدمت کې هم انشاء الله اول وي. باور ولرئ لکه څنګه چې په اول پړاو کې د افغانستان د ملت ملیوني خوځښتونو ته